شاگردان عزیز و دوست داشتنی، با امید از اینکه درس قبلی یعنی درس دوم درست یاد گرفته باشین و نکات مهمش را یادداشت کرده باشین و وظیفه یا کار خانگی که به شما داده شده باشه اونا را یاد گرفته باشین و همچنان توجه زیاد به صحت داشته باشین و از ویروس کرونا همچنان در امان باشین. در درس گذشته خوانده بودیم در مورد مایکروسکوپ. مایکروسکوپ گفتیم که آلهی است که برای دیدن اشیای بسیار کوچک که به چشم دیده نمی شود استفاده می شود و مایکروسکوپ گفتیم انواع مختلف داره، عبارت از مایکروسکوپ نوری، مرکب و همچنان مایکروسکوپ که با اساس مورای بنفش کار می کنه و مغناطیسی. و دیگر گفتیم که موجودات هم نظر به حجره به دو نوع می باشه، یکی مالتی سیلر و انی سیلر است. مالتی سیلر گفتیم به موجودات گفته می شود که دارای چندین حجره می باشه و انی سیلر بسیار ابتدایی ساده می باشه مانند آمیب و باکتریا. با امید از این که درس گذاشته دوباره به یادتان آمده باشه. خب درس سوم خود آغاز می کنیم. درس سوم هستک در مورد حجره خواندیم، معلومات به دست آوردیم و بعد از اینکه هستک باید خود امی حجره را مطالعه کنیم. در داخل خود حجره وقت مطالعه کردن کدام قسمت ها را دیدن و هر کدام اعضای از او که می باشد چی اهمیت و چی وظیفه در وجود ما دارد. خود حجره که از ساختمان حجره از سه قسمت ساخته شده، یکی غشای حجروی، سایتوپلازم و همچنان هسته می باشد. گفتیم حجره از سه قسمت ساخته شده است: غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. دینجا دیده می شود که دیوار حجروی است. پس دیوار حجروی مربوطی سه تا نمی باشه. پس دیوار حجروی چرا اینجا ذکر کردیم؟ دیوار حجروی تنها در نباتات دیده می شود، در حیوانات دیده نمی شود. یعنی قسمت زخیمی است که در نباتات است. و دیوار حجروی کدام قسمت هم میگن چی اهمیت داره؟ قسمی که شما میفهمین خداوند هیچ چیز را بدون حکمت پیدا نکرده، اما قسم دیوار حجروی در نباتات اهمیت زیاد داره. دیوار حجروی دور و دور هسته می باشه. تصور کنی اینی هسته هست، هسته که در نباتات می باشه و این که در چهار طرفش که می باشه این به نام دیوار حجروی می باشه. دیوار حجروی زخیم و مستحکم می باشه. خب چرا زخیم و مستحکم است؟ به این خاطر که از عبور و مرور میکروب ها جلوگیری میکنه و نمیگذاره میکروب ها در داخل از داخل شوند و از خشک شدن نبات هم چنان جلوگیری میکنه. یعنی گفته میتونیم مثل یک محافظ میباشه که از یک خانه و یا از یک تعمیر محافظت میکنه، اما قسم دیوار حجروی نبات نمیگذاره که خشک شوند، نمیگذاره که میکروب ها در داخل از او شوند، یا به شکل زخیم و مستحکم میباشه. خب این گفتیم مربوط نباتات می باشن. یکی از قسمت های حجره گفتیم غشای حجروی است. پس غشای حجروی در حیوانات و انسان ها می بینیم که چی اهمیت داره و کدام قسمتش می باشن. غشای حجروی که است دارای دو طبقه سرخدار می باشن. دیوار حجروی دو طبقه نداشت، فقط یک طبقه داشت، اما غشای حجروی دارای دو طبقه سرخدار می باشن. خود دو طبقه خود داره. سوراخش به خاطر چی است؟ سوراخش به خاطر ای است که آب، اکسیژن و مواد غذایی را انتقال بده. این را گفته میتونیم مانند یک گارد می باشه. قسمی که در ای اگر این مثال به یادتان باشه هیچ وقت یادتان نمیرم. اگر در یک پارلمان و یا یک جایی که کسای کالی رتبه است در اونجا هستن گارد حتما می باشن، کارت دخول می بینه بعد از او اجازه می ده. همه قسم در این هم غشای حجروی مانند یک گارد می باشن. سه چیز اجازه دخول می ده: آب، اکسیژن و کاربن دای اکساید. یعنی سه تا واسطه‌دار می باشن، مانند امو نفرای بزرگ می باشن که اجازه دخول دارن، اما دیگه چیزها را اجازه نمیده، چیزهایی که بزرگ باشه. به خاطر چی؟ اگر تمام محتویات اجازه میداد یا مولکول های بزرگ اجازه میداد که از این تریر می شد، از این سوراخات، در این صورت در وجود ما تمام قسمت های مهم یا اعضای مهم کس بیرون می شد. پس از امو خاطر خداوند این قسم پیدا کرده به خاطر از این که او تغذیه شود و مولکول های کوچک مثلا آب، اکسیژن و تا کاربن دای اکساید فقط اجازه عبور و مرور داره، دیگه قسمت ها وجود اجازه نداره. پس غشای حجروی را گفتیم که در نباتات قسمت اول حجره می باشه.
اینی تصور اینی خودش که میباشه هسته میباشه و اینی چهار طرفش که وجود داره به نام خوشای حجروی میباشه. امین خوشای حجروی که از گفتیم که آب، اکسیژن و کاربن دای اکساید اجازه میده که داخل شود و از دخول مالیکول های بزرگ جلوگیری میکنه که به نفع حجره میباشه. پس درس امروز را که خواندیم نکات مهمش امی بود، گفتیم که حجره از سه قسمت ساخته شده: خوشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. دیوار حجروی را گفتیم فقط در نباتات دیده میشه، در حیوانات دیده نمیشه و دیوار حجروی که از شکل ضخیم و مستحکم میباشه و اینمی ضخامتش او را کمک میکنه تا نگذاره میکروب ها در داخل از او شوه و نفوذ بدی میکروب ها جلوگیری میکنه و از خشک شدنش همچنان. و خوشای حجروی که میباشه گفتیم قسمت اول حجره میباشه، در نباتات وجود داره و یکی از گفتم فقط سه چیز اجازه دخول میده: آب، اکسیژن و کاربن دای اکساید. گفتم مانند گارد میباشه و دو طبقه سراغدار میباشه. درس امروز ما فقط عمقه بود و تمام شد. با امید از اینکه نکات مهمش یاد بگیرید، یکی که حجره چند قسمت ساخته شده، دیوار حجروی در نباتات چی اهمیت داره، خوشای حجروی در حیوانات چی اهمیت داره و با امید از اینکه درس درست یاد گرفته باشیم و نکات مهمش یادداشت بکنین. خب به ادامه تدریس ما گفته بودیم که حجره از سه قسمت ساخته شده است. یکیش گفتیم غشای حجروی می باشن، دیگه سایتوپلازم هسته. غشای حجروی را تشریح کردیم بیشتر، گفتیم که از دو طبقه ساخته شده که سوراخ داره که آب، اکسیژن و کاربن دای اکساید اجازه میده عبور کنه و دیگه مواد اجازه نمیده. قسمت دوم حجره می خوانیم که عبارت از سایتوپلازم می باشن. سایتوپلازم چی هست؟ در حجره چی اهمیت داره و از کدام مواد ساخته شده است؟ سایتوپلازم شاید بیشترتان جل دیده باشین، جلی که با مویها استفاده میشه یا واکسی که هست. او را خوب دقیق اگر متوجه شویم و در دست خود لمس کنیم، نه جامد میباشه و نه مایع. پس سایتوپلازم هم کاملا مثل مو میباشه. اگر ما به دست او را لمس کنیم، نه بیخی کاملا جامد است نه مایع است، یعنی یک چسبوکی در او دیده میشه و حالت نیمه مایع را داره. پس گفتم میتونیم سایتوپلازم یک ماده شفاف و نیمه مایع میباشه. پس هر باری که جیره میبینید باید سایتوپلازم به یادتان بیاد. و دیگه که از این تصور کنیم که قسمت وسطیش هسته میباشن، این چهار طرفش که از سایتوپلازم و اینی خطی که گرد و گرد زیر پوشانده خوشای حجروی میباشه. پس دیگه که خوب متوجه شیم سایتوپلازم در کدام قسمتش موقعیت داره، میبینیم که در قسمت بیرونی هسته موقعیت داره. پس در قسمت بیرونی هسته موقعیت داره و غشای حجروی که هست در غشای حجروی بعد از سایتوپلازم قرار داره، یعنی قسمت بیرونیش عبارت از غشای حجروی می باشه. ترکیب اصلی سایتوپلازم، چرا این سایتوپلازم شکل نیمه جامد داره؟ به خاطر چی؟ به خاطر که از آب ساخته شده، از همون خاطر کاملا جامد نیست چون آب داره، منرال ها داره، یعنی بعضی عناصر ضروری مانند کلسیم، پتاسیم و دیگه عناصر داره و دیگه پروتئین میباشه. خود همین پروتئین به این شکل به این کمک میکنه تا شکل نیمه جامد به خود بگیره. پس گفتم میتونیم که سایتوپلازم از سه قسمت ساخته شده: آب، منرال و پروتئین، از سه قسم مواد. و دیگه اینجا میبینیم یکی با یک اصطلاح دیگه برمیخوریم که عبارت از هسته میباشه. هسته چی هست و چی اهمیت داره؟ اگر متوجه شویم امی مکتب را در نظر بگیریم و یا هم یک شفاخانه را یا ده هر اداره که میباشه، حتما یک کسی هست در مورستش که تماشا کنترل میکنه. مثلا در مکتب ما رئیس یا مدیر صاحب که میباشه، اینا مانند یک کنترلر میباشه و یا سرمنب صاحب. همه قسم هسته امی وظیفهش میباشه. هسته چی میکنه؟ ساختمان گرد یا مدور داره، سنگین ترین قسمت حجره هستش میباشه. هسته که هست تنظیم فعالیت ها برای، یعنی تمام فعالیت های حجره تنظیم میکنه. هر کدام عضو برش میفهمونه که تو باید اینی کار انجام بدی، یعنی تمام امی به شکل منظمی که وجود داره، تمام وجود ما تمامش به خاطر تنظیم کردن هسته میباشه. وظیفه دومش ایست که کنترل میکنه، اول کار برش میته یا تنظیمش میکنه، بعد از اون تمام فعالیت هایش کنترل میکنه. خب اینجا یک چیز دیگه برمیخوریم: یوکاریوتا و پروکاریوتا چی است؟ یوکاریوتا به موجودات گفته می شود که دارای هسته حقیقی باشند. یو به معنای حقیقی، کاریوتا به معنای هسته، یعنی به موجودات گفته می شود که دارای هسته حقیقی باشند.
و پروکاریوتا پرو ابتدایی یا ساده می باشه و موجودات گفته می شه فاقد هسته می باشه یا اگر هسته هم داشته باشن بسیار ابتدایی و ساده می باشه. پروکاریوتا به حیوانات گفته می شه هسته یقی دارن و یوکاریوتا هسته یقی نداره. هسته یقی یعنی به این معنی که اما به وضاحت ما هسته نمی تانیم ببینیم، اما در این کسی به وضاحت را درست دیده نمی تانیم. وقتی که در داخل هسته را مطالعه کردن دیدن که در داخل از او یک ساختمان وجود داره به شکل رشته‌ای که به نام کروماتین یاد میشه. خب همین کروماتین به خاطر چی وجود داره در داخل هسته؟ هسته که گفتیم که فعالیت ها را تنظیم میکنه و کنترل میکنه، پس کروماتین چی میکنه؟ کروماتین که هسته از پروتین و دینه ساخته شده و این که از خود هسته را کنترل میکنه. هسته اولا تمام اعضای بدن را کنترل میکنه و بعد از او کروماتین میباشه. کروماتین یا کروموزوم که میباشه تمام قسمت های هسته را کنترل میکنه، فعالیت هایش و تمام نظارتی که با او انجام میده. پس در این درس گفتیم که سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع می باشد و دیگه گفتیم هسته که هسته قسمت سنگین حجره می باشد و فعالیت های حجره را تنظیم می کنند. یوکاریوتا به موجوداتی که دارای هسته حقیقی می باشند. پروکاریوتا به موجوداتی گفته می شود هسته حقیقی ندارند و خود سایتوپلازم از آب، منرال و پروتئین ساخته شده است. خب با امید از اینکه درس امروز رو بسیار خوبی یاد گرفته باشین و نکات مهمه یادداشت کنین و تا روز بعد خداحافظ و